همونطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبر داده، قرار وزرای خارجه ایران آمریکا و کاترین اشتون یک شنبه و دوشنبه هفته دیگه در مسقط پایتخت عمان در نشستی درباره مذاکرات هسته‌ای بحث و رای زنی کنند. کری در نهم و دهم نوامبر به مسقط پایتخت عمان سفر می کند و در آنجا دیداری سه جانبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد داشت که بخشی از مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران محسوب می شود. در این دیدار برنز معاون سابق وزیر خارجه آمریکا، وندی شرمن معاون وزیر خارجه در امور سیاسی و جک سولیوان مشاور ارشد حضور دارند. در این حال خبرگزاری اتریش از نشست داخلی مدیران سیاسی 5+1 قبل از این نشست در وین خبر داده. با افزایش رایزنی ها در آستانه نشست پایانی برای توافق نهایی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به آمریکا رفته، در اظهاراتی متناقض در انستیتو بروکینگز واشنگتن هرچند تاکید کرد بر اساس اسناد موجود آژانس نگفته ایران سلاح هسته‌ای داره و یا به سمت برنامه نظامی رفته، اما ایران رو به همکاری نکردن با آژانس اتمی و داشتن تأسیسات سری و اعلام نشده متهم کرده. آمانو همچنین در کاخ سفید گزارش از پرونده هسته ایران رو به مشاور امنیت ملی آمریکا داد. در مقابل سوزان رایس با تشکر از عملکرد آمانو باز هم ادعاهای تکراری درباره فعالیت‌های هسته ایران رو تکرار کرد. همزمان ماری هافی که دیگه از سخنگوهای وزارت خارجه آمریکا هم در مصاحبه تلویزیونی گفته دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران به منزله بهبود روابط ایران و آمریکا نیست. مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در خصوص مطالب منتشر شده در روزنامه واشنگتن پست در مورد توافق در خصوص تعداد سانتریفیوژها گفت توافق در زمینه تعداد سانتریفیوژها مورد تایید نبوده و تکذیب می شود. به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وی افزود جمهوری اسلامی ایران همواره بر حقوق کامل هسته‌ای خود در بهره‌گیری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و همزمان هر گونه اقدام در زمینه شفافسازی تاکید کرده است. واشنگتن پست نوشته بود مذاکرات ایران و آمریکا به کاهش فاصله بین طرفین بر سر تعداد سانتریفیوژهای تهران منجر شده. به نوشته این روزنامه آمریکایی، ایران اکنون 9400 دستگاه سانتریفیوژ فعال دارد که آمریکا گفته احتمالاً سقف 4000 دستگاه فعال را برای 3 تا 5 سال میپذیرد. بر اساس ادعای نشریه آمریکایی، اگر ایرانی‌ها در مورد کاهش قابل توجه ذخیره اورانیوم با غنای بالای خود از نزدیک به 10000 کیلوگرم تا چند صد کیلوگرم موافقت کنند، احتمالاً آمریکا نیز در مورد تعداد سانتریفیوژها مصالحه خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از دیدار هفته آینده وزیران امور خارجه ایران و آمریکا به اضافه اشتون در مسقط پایتخت عمان خبر داده.